لحظات اول متوجه شدیم که فردی که زیر دست ما هستش فاقد هر گونه علائم حیاتی هست. به قطع میتونم بگم که قبل از ورود به بیمارستان متاسفانه جونشون از دست داده بودن. علیرضا ملاباشی، علیرضا ملا سلطانی عصایی میکنم، 18 سال، متهم ردیف دوم علیرضا نوری باشی 19 سال و متهم ردیف سوم ناصر سلیمانی 18 سال است. مجید فرجی خبرنگار جوان کرجی که همراه با روح الله دادشی در صحنه قطع و حضور داشت در مورد این اتفاق به خبر ورزشی گفت حدود ساعت 12:05 شب بود که روح الله با آذرای مشکیش به در خانه ما در خیابان مارکشتر آمد تا با هم به بیرون برویم. با هم رفتیم از یک سوپرمارکت خرید کردیم و آمدیم توی ماشین نشستیم. کمی که جلوتر رفتیم یک پراید مشکی با بوغ‌های وحشتناک پشت ما قرار گرفت و مدام شروع به بوغ زدن کرد. مشخص بود دنبال بهانه‌ای برای دعوا چون راحت می‌توانست از کنار ما رد شود. روح الله شیشه را پایین کشید تا ببیند طرف چه می‌گوید که راننده چند تا فحش بد به او داد و گفت اگر وجود داری بزن کنار. روح الله که دید طرف سرش برای دعوا درد میکند گاز داد که برود، اما پرد مشکی دنبالش آمد و سرانجام جلوی ما پیچید و روح الله که دید طرف دست بردار نیست از ماشین پیاده شد تا ببیند حرف حساب آنها چیست. راننده همین که از ماشین پایان آمد دو تا فحش ناموسی دیگر داد و قمه را از غلاف بیرون کشید و تا روح الله به خودش بیاید قمه را محکم زیر حنجره روح الله کشید. شاید شما بگوید چرا روح الله با آن هیکل اسیر این آدم شد که قد بلندی هم نداشت. روح الله اصلا آدم دعوایی نبود، اصلا دنبال شر نمیگشت، فکرش را هم نمیکرد که طرف قمه را بزند، اما انگار طرف برای این کار ماها برنامه ریخته بود چون معطل نکرد و بلافاصله چاقو را زیر حنجره روح الله کشید. او ادامه داد خون مثل فواره بیرون زد. روح الله شوکه شده بود که در همه حالت یکی هم توی قلب روح الله زد. آن یکی که کنار راننده نشسته بود آمد طرف من، اما چیزی دستش نبود و من با او گلاویز شدم که راننده را برای کمک خواست. راننده با غمه آمد سمت من و من رفتم سراغ ماشین تا سویچ را بردارم، اما سویچ نبود. راننده به دوستش گفت بیا بریم، زدمش و بعد با غمه آمد سمت ماشین، نشست توی ماشین و گازش را گرفت. من دستم به جایی بند نبود و مدام فریاد می‌زدم کمک. گویا یکی از ساکنان ساختمان‌های آن محل در خیابان پونه غربی زنگ زده بود به 110 و گفته بود که سریع بیایی که دو تا جوان را اینجا کشتن. صدای ضبط شده او در 110 هست. من رفتم سمت روح الله که دیدم مدام می‌گوید نامردا زدن توی قلبم. در ساعت 26:00 بامداد یک شنبه مأمور مستقر در بیمارستان شهید مدنی کرج در تماسی با مأموران کلانتری 39 گلشهر آنان را در جریان مرگ جوانی حدوداً 30 ساله که مورد اصابت جسم برنده قرار گرفته بود قرار دادند. فرمانده انتظامی استان تهران و البرز گفت هر سه متهم به قتل دادشی هیچ گونه سابقه کیفری نداشته و شایعات مطرح شده پیرامون مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی از سوی متهمان صحت ندارد. وی افزود ماموران کلانتری با حضور در بیمارستان و ملاقات جوان فوت شده دریافتند جوان مضروبی که به علت شدت ضربات وارده به ناحیه گردن، کتف راست و بازو جان خود را از دست داده، قوی ترین مرد ایران به نام روح الله دادشی است. فرمانده انتظامی استان تهران و البرز با بیان اینکه بنابر اظهارات شاهد ماجرا که به همراه روح الله دادشی در خودرو حضور داشت، ماموران دریافتند سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری پراید تیره رنگ در خیابان 45 متری گلشهر با انجام یک حرکت نامتعارف سبب برخورد خودرویشان با خودروی دادشی می شود. ماموران در تحقیقات اولیه از تنها شاهد ماجرا دریافتند که مرگ و درگیری دادشی تنها یک اتفاق بوده و در اثر این برخورد و درگیری که در محل رخ می دهد دادشی مورد اصابت ضربه چاقوی سرنشینان پراید قرار می گیرد. با توجه به حساسیت این موضوع بلافاصله کارگاهان جنایی به سرپرستی سرهنگ رحمانی رئیس اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی و تحت مدیریت فرمانده انتظامی شهرستان کرج تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری ضاربان قوی‌ترین مرد ایران آغاز کردند. فرمانده انتظامی استان تهران و البرز اضافه کرد چهره نگاری از تصویر احتمالی متهمان و بررسی کارگاهان از بانک اطلاعاتی مجرمان ادامه داشت تا اینکه تنها شاهد ماجرا عنوان کرد که تنها سه رقم از پلاک خودروی قاتلان دادشی را به یاد دارد.
وی تصدیق کرد ماموران پلیس آگاهی با دریافت تنها 100 عدد از بلاک خودرو متهمان به قتل، تحقیقات گسترده خود را برای شناسایی این خودرو آغاز و سرانجام پس از حذف بسیاری از گزینه‌های موجود، خودروی پراید تیره رنگ زاربان را شناسایی کردند. اکبرشاهی با بیان اینکه ماموران با مراجعه به مشخصات این خودرو، محل زندگی صاحب خودرو را شناسایی و با حضور در محل این خودرو را یافتند. ماموران در تحقیقات اولیه دریافتند که مالک خودرو برادر زارب بوده است و بررسی دقیق از اتاقک خودرو توانستند قطره‌های خونی را در ماشین کشف کنند. فرمانده انتظامی استان تهران و البرز گفت با کسب این اطلاعات تحقیقات کارگاه‌ها برای شناسایی مخفیگاه زاربان وارد مرحله جدیدی شد و ماموران توانستند با استفاده از روش‌های فنی و پلیسی در کمتر از 15 ساعت از وقوع حادثه دو تن از سرنشینان پراید تیره رنگ را با اسامی ناصر و علیرضا دستگیر کنند. وی افسود با دستگیری این دو متهم مشخص شد زارب اصلی به نام علیرضا که تنها 18 سال دارد پس از وقوع قتل از منزل خود متواری شده است. اکبرشاهی خاطر نشان کرد ماموران با احضار و گفتگویی که با خانواده متهمان داشتند توانستند متهم اصلی را در میدان امام خمینی کرج و در حالی که قصد فرار داشت را شناسایی و قبل از متواری شدن دستگیر کنند. فرمانده انتظامی استان تهران اعلام کرد کارد 25 سانتی متری که متهم اصلی پرونده روح الله داداشی را با آن به قتل رسانده بود با راهنمایی‌های علیرضا کشف به زمینه پرونده شد. در حاشیه مراسم اعدام متهم به قتل مرحوم روح الله داداشی، به غیر از علی داداشی و یکی از خواهرانش، بقیه اعضای خانواده مقتول در مراسم قصاص عامل جنایت حضور داشتند. در محل اجرای حکم جمعیت زیادی جمع شده بودند که بسیاری از آنها از ساعت 1 بامداد روز قبل خودشان را به این محل رسانده بودند. دادگستری استان البرز روز قبل از اجرای حکم با صدور اطلاعیه تاکید کرده بود که از هر گونه فیلمبرداری و عکاسی جلوگیری خواهد کرد و رسانه‌ها نباید عکاس و فیلمبردار به مراسم اعزام کنند، اما بیش از 20 تصویربردار در محل مراسم حاضر بودند و جایگاه ویژه نیز برای تصویربرداری برای آنها تدارک دیده شده بود. ساعت 4:55 علیرضا که لباس سرمه‌ای به تن داشت به وسیله خودروی ون پلیس به محل اجرای حکم انتقال یافت و در حالی که با صدای بلند گریه می‌کرد و زیر لب چیزهایی می‌گفت روی چهارپایه قرار گرفت و طناب دار به گردنش انداخته شد. ساعت 5:19 در حالی که هنوز هوا تاریک بود برادر بزرگ خانواده داداشی به عنوان مجری حکم به علیرضا نزدیک شد و بعد از کشیدن چهارپایه از زیر پایش حکم قصاص را اجرا کرد و پس از آن فقط صدای فریاد رضایت مردم از اجرای حکم بود که به گوش می رسید. ساعت 5:55 جنازه قاتل از بالای دار پایین آورده شد و پس از تایید مرگ او از سوی کارشناس پزشکی قانونی جسد در داخل آمبولانس قرار گرفت و پرونده قاتل روح الله داداشی بسته شد. جهت دیدار برادرها و خواهرها در محلشون بوده که در آخر شب حدود ساعت 11:45 جهت مراجعت به منزل شخصی خودشون بودن. قابل مالکشته انداختیم توی این بلوار هوشیار. این بلوار اومدیم یه مقدار جلوتر، یه 10 متر جلوتر رولا پارک کرده. 20 متری را افتاده بودیم که اون لاین وسط بودیم. لاین یک هم خالی بود، لاین سه هم خالی بود. یه خودروی سواری پراید مدام از پشت سر خودروی آرهلا بوق و چراغ میزن. بعد به لحاظ اینکه اصلا راه هم برای این خودروی پراید باز بوده، اصرار بر این داشتن که با بوق و چراغ آقا رولا بره کنار که اینا رد بشن. جاد رفت جلوی ماشین ما توی این حدود که نرسیده به سر پونه است، بغل بریدگی. چند بار شروع کرد به ترمز کردن، گاز دادن. بزن بغل، وجود داری بزن بغل، ارزه داری بزن کنار. خدایا این با چی کار داره؟ چی بخواد بگه به ما؟ اسمیم اون دست اندازه رولا گفتش نگاه کنید از بچه هنها مثلا منو نشناختم ببین چیکار دارم میکنم فلان شب عیدی اینا. اول شاگرد قاتل از خودروی سواری پراید پیاده میشه، با سرنشین آقا رولا درگیر میشن. آقا رولا مجددا پیاده میشه که متاسفانه قاتل سرنیزی که در ماشین داشته برمیداره و به طرف آقا رولا میاد. لحظه با رولا درگیر شده و امان نداره تا ایشون حرفی بزنه یا از خودش دفاعی بکنه. فرصت درگیر شدن با اینا رو به دست نیورد یا به خودش اجازه نداد با اینا درگیر بشه. قصر زدنش قطعا طرف هر چه
سلاح سرد داشته، باز هم حریف روح الله نمیشد. تمام گستاخی سرریزه رو اولین ضربه‌ای که وارد میکنه بر حنجره آقا روح الله وارد میکنه. اول مرحوم روح الله داداشی نظرمو جلب کرد، چون لباسش سفید بود و جلوی لباسش کاملا خون. شریان حیاتی ایشون قطع میشه، مجدداً یک ضربه به باله سینه‌شون، یک ضربه به بازیشون. سرشو گذاشت رو دستم، هی میافتاد رو سمت من، هی مجروح میکردم. یه پنجام صد متر که رفتیم یه بار اینجوری سرشو. هزاران تماشاچی که دمدمای صبح اینجا در خیابان گلزار کرج، همان محل وقوع قتل، منتظر بودند. علیرضا ملا سلطانی 17 ساله، متهم به قتل روح الله داداشی که زمانی قوی ترین مرد ایران بود، به دار آویخته شد. در دادسرا سریع تحقیقات انجام شد و با صدور کیفرخواست ظرف مدت 6 الی 7 روز پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال می شود. حساب اعدام و به تقاضای قصاص اولیاء عدم و مجازات جنبه حبس 10 سال از جنبه عمومی برای قاتل رأی صادر میشه. خیلی سریع پیش میرفت، اصلا کسی جواب ما رو نمیداد. من با وکیل صحبت میکردم، وکیل نمیومد کار ما رو انجام بده. متاسفانه خب عدالت اجرا نشد.